دختر کردستانی مهسا امینی که توی سفری که به تهران داشتش متاسفانه توسط گشت ارشاد بازداشت شد و توی بازداشتگاه گشت ارشاد اتفاقی براش افتاد که راهی بیمارستانش کرد و متاسفانه دقایقی پیش درگذشت. ما تو این ویدیو همراه باشید جزئیات اتفاقاتی که برای این دختر کردستانی اتفاق افتاده و صحبت‌های پلیس و برادرش درباره اتفاقات روز حادثه رو با هم میشنویم. تا پایان این ویدیو رو با ما باشید. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. موضوع ترند 24 ساعت گذشته توی شبکه‌های اجتماعی مختلف خانم مهسا امینی بودش و حادثه تلخی که برای این دختر کم سن و سال کردستانی اتفاق افتاد. این دختر که اهل شهرستان سقز استان کردستان هستش در جریان یه سفر خانوادگی و تفریحی به شهر تهران میاد و توی ایستگاه مترو شهید حقانی توسط گشت ارشاد بازداشت میشه. او بعد از دستگیری توسط ماموران مجبور به حضور در کلاس‌های توجیهی حجاب میشه. اما اونطور که توسط خانواده این دختر گفته میشه، این دختر صحیح و سالم به پلیس امنیت اخلاقی تهران میره، ولی معلوم نیست توی اون ساختمون چه بر این دختر میگذره که دچار سکته قلبی و مغزی به صورت همزمان. خانم مهسا امینی که نام اصلیش ژینا هستش، متولد سال 1379 در شهرستان سقز کردستان هستش که خانوادگی با برادر و دختر خالش به تهران مسافرت کرده. روز حادثه یعنی روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه 1401 ساعت 6 عصر بود که در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی واقع در بزرگراه شهید حقانی، مهسا در حالی که همراه برادرش بود توسط مامور گشت ارشاد به علت وضعیت پوشش خود دستگیر میشه و برادرش دم بازداشتگاه امنیت اخلاقی توی خیابون وزرا بیاد دنبال خواهرش. این اتفاق با اعتراض برادر مهسا کیارش امینی همراه میشه و به او گفته میشه که خواهرش برای گذروندن کلاس توجیهی باید به بازداشتگاه منتقل بشه و زمان زیادی نمیبره و بعد از 40 دقیقه آزاد خواهد شد. اما اونطور که برادرش تعریف میکنه، دو ساعت بعد از بازداشت و انتقال مهسا به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابون وزرا، او دچار حمله قلبی شده و بیهوش میشه. با حضور آمبولانس در محل بازداشت مهسا، ابتدا به خانواده او گفته میشه که یکی از ماموران مصدوم شده، تا اینکه توسط یکی از مراجعین با دیدن عکسی که برادر مهسا نشون میده اعلام میکنه که فرد منتقل شده به بیمارستان همین مهسا بوده و در حال حاضر توی بیمارستان کسرا تهران هستش. بعد از حضور برادر توی بیمارستان کسرا متوجه میشه که خواهرش به صورت همزمان هم سکته قلبی و هم سکته مغزی زده و در حال حاضر توی کما هست. کیارش برادر مهسا در مورد ماجرای حادثه برای خواهرش میگه: پشت در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی ایستاده بودم، ناگهان صدای جیغ و داد بلند شد، همه با هم در ساختمان رو میکوبیدیم، از در بالا رفتیم اما در رو باز نکردن. 5 دقیقه بعد یه آمبولانس از ساختمان خارج شد. هر دختری که بیرون میومد میگفت که یه نفر رو اون تو کشتن. عکس مهسا رو به دخترها نشان داد. هر کسی یه چیزی میگفت، ولی یه نفر از دخترها گفتش که مهسا بغل دست خودش بوده و این اتفاق براش افتاده. کسرا برادر مهسا که حسابی سراسیمه شده بود و استراب شدیدی داشت، خودش رو به بیمارستان کسرا نشوندش که متوجه بشه که اون فردی که به بیمارستان منتقل شده واقعا خواهرش بوده. میگه بعد از اینکه به بیمارستان رسیدم متوجه شدم خواهرم در بخش ویژه این بیمارستان در حالت کما قرار داره و پزشکان به ما گفتن که خواهر توامان سکته مغزی و سکته قلبی رو با هم داشته و در حال حاضر توی کما هستش. اما پلیس درباره روز حادثه که مسئولان پلیس با خبرگزاری همشهری مصاحبه کردن گفتن که آنچه درباره خانم امینی اتفاق افتاده درگیری و زد و خورد و توهین نبوده و یه عارضه قلبی در کلاس توجیهی رخ داده. پلیس میگه ویدیوی لحظه بروز عارضه قلبی برای این دختر جوان در سر کلاس درس هم موجود هستش که به زودی پس از هماهنگی با خانواده او منتشر خواهد شد و مشخص خواهد شد که زد و خوردی در کار نبود و این دختر به صورت ناگهانی دچار سکته و حمله قلبی و مغزی شد. مهسا که توی محل حادثه حضور داشته میگه فرمانده پلیس به همراه چند همکارش اومدن و از ما دیدن کردن و هر چه پرسیدیم چی شده قول دادن که تصاویر دوربین های مدار بسته رو به زودی به ما نشان میدن. میگفتن نگران نباشید، سپرده ایم که حتی به شما ناهار و شام هم بدهن. معلوم نیست چه کسی این بلا رو سر مهسا آورده،
بهش گفتم این مشکل حل شدنی نیست. امروز دختر ما نوبتش بود و فردا نوبت یه دختر دیگه است. فقط صورت مسئله رو پاک می‌کنه. اما این دختر جوان که بیش از 24 ساعت الان دستگاه‌های تنفسی بهش وصله و وضعیت حیاتی پایداری نداره، به گفته خیلی از خبرگزاری‌ها ساعتی پیش دچار ایست قلبی شده و متأسفانه از دنیا رفته. ولی خب هنوز توسط خانواده ایشون چیزی تایید نشده. افراد مختلف سیاسی و فرهنگی و هنری نسبت به این ماجرا واکنش دادن و حتی رئیس جمهور آقای ابراهیم رئیسی هم واکنش نشون داد و دستور پیگیری خیلی سری رو برای این موضوع صادر کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم که در حال حاضر برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در کشور ازبکستان به سر میبره، به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش اومده برای مهسا امینی دستور پیگیری و بررسی صادر کرده. در پی این دستور احمد وحیدی وزیر کشور خطاب به معاون امنیتی خود نوشت علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به این جانب گزارش. افراد سیاسی دیگه هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن و درخواست پیگیری موضوع رو داشتن، از جمله چند تا از نماینده های مجلس. اما آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و توی کانال تلگرامی خودش نوشت چگونه خود را پیرو هدایت اگر معصومی میپنداریم که در خطبه 27 نهج البلاغه آنگونه به خارج کردن خلخال از پای زن یهودی غیرتمندانه فریاد میزند. آذری جهرمی افسود آسیب جدی به دختری در حکومت شیعه بر اثر عوارض اقدامات گشت ارشاد تلنگری به ما نمیزند. علی کریمی فوتبالیست سابق تیم ملی هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و به انتشار پستی نوشت فرزندان آنها میروند، فرزندان ما میمیرند. هشتگ مهسا امینی. اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان معروف ایرانی و برنده 2 جایزه اسکار هم برای مهسا نوشت مهسا دختر عزیزم، مسافر شهر خفتگان، گمان دارم پیش از سفرت گوشه ی دل پاک و پر رویایت یا گوشه‌ای در دفترچه یادداشتت نوشته بودی که به تهران خواهی رفت و شاید لابلای کارهای روزمره‌ات به جاهای دیدنی هم سری خواهی زد. این بود دیدنی‌های این شهر، همین و نه بیش. از دیروز که خبر تو رو خواندم بیقرارم، بیزارم، این بار از خودم. تو رو روی تختی در بیمارستان خوابیده ای، اما از همه بیدارتری و ما همه در اغما. ما خودمان را به خواب زده ایم در برابر این ظلم بی پایان. ما شریک این جنایتیم. اصغر فرهادی. بازیگران، هنرمندان و ورزشکارهای دیگه هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن، از جمله مهراب قاسمخانی، بهرنگ علوی و خیلی های دیگه. امیدواریم که روح این دختر در آرامش باشه و شاید همچین اتفاقاتی تلخ نباشیم و با مقصرین و مسببین این ماجرا هم برخورد جدی بشه که شاید تکرار این ماجرا نباشیم. حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت تا بنویسید. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.